جلسه. خب با توجه به اینکه استان 14 میلیونی تهران واکسیناسیونش قطعا نیازمند یک بررسی همه جانبه و مقدمات و تمهیداتی رو میطلبد که از همین الان ما باید به فکر مکانهاش، تیمش و افرادی که باید این کار رو عهده‌دار بشوند. اولین مسببه ما این بود که ذیل کمیته امنیتی اجتماعی انتظامی کمیته واکسیناسیون استان تهران شکل بگیره با همه ارگان‌ها و نهادهایی که در این زمینه بتونن همکاری بکنن، شهرداری، ناجا، بسیج، تربیت بدنی، هلال احمر، ما بتوانیم مکانهایی رو که اختصاصاً برای این کار در اختیار قرار بدن که ما نسبت به تجهیز آن و تیمی که انجام واکسیناسیون رو باید انجام بدهند رو شناسایی بکنیم که انشالله در موعد مقرر این واکسیناسیون صورت بگیرد. ما الان 1.5 میلیون جمعیت بالای 60 سال داریم که همین تزریق 1.5 میلیون واکسن در 2 دوز نیازمند تمهیدات بسیار زیادی رو که همه فرمانداران و محترم به همین کمیته متناظر رو با در شهرستان ها تشکیل بدن. مسبب بعدی ما با توجه به اینکه هنوز نیروهای جدید به بدنه دانشگاه علوم پزشکی مستقر در تهران نیومدن و حضور پیدا نکردن، پیشنهاد روشن و شفاف اون همونطوریم که قبلا هم درخواست شده بود اینه که ما تمدید بازنشستگی برای کادر بهداشت و کادر درمان رو در همه جای کشور و بالاخص در استان تهران که ما از اول هم با کمبود نیروهای کادر درمان و بهداشت مواجه بودیم، یه بحث هم برای اصناف بودی که پیشنهاد داشتیم که خود اصناف با رعایت پروتکل‌ها این پیشنهاد داشته باشیم که با کاهش ساعت کاریشون و کمیته‌ای که خودشون تشکیل میدن نسبت به انجام اون فاصله گذاری اجتماعی و رعایت پروتکل‌ها فعالیت‌های به اصطلاح نسبی اونها رو مشاهد بازگشایی بعضی اجتماعی رو دچار مشکل و تهدید نکنن. اینم پیشنهادی بود که به کمیته اجتماعی امنیتی ستاد کرونا کشوری ارائه شده است. متشکرم آقای دکتر زالی بر ما از